اینجا لندن است، رادیوی بی بی سی. بامداد در لندن، هفت صبح در تهران. سلام، جلال فرهنگ هستم و این چشم‌انداز بامدادی بی بی سی است. در برنامه امروز میشنویم از نشست ناتو در بروکسل که در آن تصمیم گرفته شده مأموریت آموزشی این سازمان در عراق توسعه پیدا کند. تلاش‌های اسرائیل برای مقابله با حضور ایران در سوریه را بررسی می‌کنیم و همینطور واکنش ایران که هشدار داده هر گونه اقدام علیه منافعش در سوریه با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد. از بارش سنگین برف در استان گیلان در شمال ایران می‌شنویم که حوادث ناشی از آن حداقل 7 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته. آمار موارد سرایت ویروس کرونا و تلفات ناشی از آن در استان هوبی چین افزایشی چشمگیر داشته. گزارشی در این مورد داریم. نگاهی هم داریم به وضعیت صنعت خودروسازی و بازار خودرو در ایران که در دو هفته اخیر روزهای پرتلاطمی را سپری کرده. فعلا مشروع خبرها از فیروزه اکبریان. سلام و صبح بخیر. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو، پیمان آتلانتیک شمالی در نشستی در بروکسل توافق کردند تا فعالیت‌های آموزشی این سازمان در عراق را گسترش دهند. Today, allied ministers reaffirmed our support to Iraq and agreed in principle to enhance NATO's training mission. دبیر کل ناتو میگوید این کار در هماهنگی با دولت عراق بوده. به گفته ینس استولتنبرگ، مرحله اول کار شامل فعالیت‌های آموزشی مربوط به ائتلاف جهانی علیه داعش می‌شود. ناتو و نیروهای آمریکایی بیش از یک ماه است که عملیاتشان در عراق را به حالت تعلیق درآورده‌اند. بعد از اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران در بغداد، پارلمان عراق رأی به خروج نیروهای آمریکایی داده بود. رئیس جمهوری آمریکا از مجلس سنا خواست تا به محدود شدن اختیارات رئیس جمهوری در مورد جنگ با ایران رأی ندهد. دونالد ترامپ محدود شدن اختیارات خود را به معنی ارسال علامت بدی به تهران دانست. او با تروریست خواندن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران گفت آمریکایی‌ها به شدت از حمله‌ای که به دستور او صورت گرفت حمایت می‌کنند. سینا علی نژاد و جزئیات بیشتر. آقای ترامپ روز چهارشنبه در توییتی خطاب به سناتورها برخورداری خود از اختیار جنگ با ایران را برای امنیت ایالات متحده بسیار مهم دانست و گفت دولت دارد در ارتباط با ایران خوب عمل می‌کند و الان موقع نمایش ضعف نیست. مجلس سنای آمریکا قرار است به زودی در مورد طرحی رأی گیری کند که به موجب آن رئیس جمهور حق اقدام نظامی علیه ایران را بدون اجازه کنگره از دست خواهد داد. روز چهارشنبه گزارش شد که سنا در حال پیش بردن این مصوبه است. گفته می شود 8 سناتور جمهوری خواه در حمایت از قطعنامه اختیارات جنگ به دموکرات ها پیوستند. در ایران تبلیغات برای 11 دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز پنجشنبه 24 بهمن ماه آغاز شده. بر اساس قانون انتخابات نامزدها یک هفته برای تبلیغات فرصت دارند. انتخابات مجلس شورای اسلامی و انتخابات میان دوره 5 دوره مجلس خبرگان 2 اسفند ماه برگزار می شود. و لبنان به طور رسمی از صندوق بین المللی پول برای حل بحران عمیق اقتصادیش کمک خواست. صندوق بین المللی پول می گوید این درخواست بیشتر بر کمک های کارشناسی متمرکز است تا پشتیبانی مستقیم پولی. لبنان با 86 میلیارد دلار بدهی یکی از مقروضترین دولت های جهان در مقایسه با حجم اقتصاد کشور است. سلام و صبح بخیر. به چشم انداز بامدادی پنجشنبه 24 بهمن برابر با 13 فوریه خوش آمدید. برنامه را با خبری بین المللی شروع می کنیم. در بروکسل وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان آتلانتیک شمالی ناتو موافقت کردند تا مأموریت آموزشی این سازمان در عراق را توسعه بدهند. این جلسه در حالی تشکیل شده که بعد از اقدام آمریکا در کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سپاه قدس ایران در خاک عراق، پارلمان آن کشور به خروج نیروهای آمریکایی از عراق رأی داد. ناتو و نیروهای آمریکایی هم از زمان حمله آمریکا به قاسم سلیمانی عملیات خود در عراق را به حال تعلیق درآوردند. مهنوش پورزیایی گزارش می‌دهد. وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو در اولین روز از جلسه 2 خود در بروکسل توانستند راه حلی نسبی برای از سر گرفتن مأموریت آموزشی خود در عراق پیدا کنند.
خشم دولت و پارلمان عراق از حمله بی هماهنگی آمریکا در 3 ژانویه به کاروان حامل قاسم سلیمانی و چند مقام نظامی عراق و نگرانی از تکرار حمله به سفارت آمریکا بیش از 1 ماه است که عملیات آموزشی ناتو و ائتلاف بین‌المللی علیه داعش را در عراق عملاً تعطیل کرده است. پارلمان عراق در پی این حمله از نیروهای آمریکایی و خارجی خواسته بود این کشور را ترک کنند و حالا دبیرکل ناتو میگوید در هماهنگی با دولت عراق گام اول برای حل این مشکل پیدا شده است. ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو. Today, Allied ministers reaffirmed our support to Iraq. امروز وزرای دفاع بر حمایت ما از عراق تاکید کردند و در اصول از توسعه ماموریت آموزشی ناتو در این کشور حمایت کردند. در اولین مرحله این کار شامل انجام فعالیت‌های آموزشی مربوط به ائتلاف جهانی علیه داعش می‌شود. آنچه در اساس قرار است روی دهد انتقال نیروهای عمدتاً غیر آمریکایی حاضر در ائتلاف علیه داعش به ناتو است. به نظر می‌رسد دولت عراق مخالفت چندانی با حضور نیروهای ناتو ندارد، چرا که رهبری آن بر عهده آمریکا نیست. موضوعی که درباره ائتلاف علیه داعش به رهبری آمریکا صدق نمی‌کند. تا اینجای کار اسپانیا موافقت کرده بخش عمده‌ای از نیروهای خود در ائتلاف علیه داعش را زیر چتر ناتو ببرد و برای ماموریت آموزشی سربازان عراقی فعال کند. اگرچه تأکید کرده هر گونه تغییری باید با موافقت دولت عراق باشد. بن والس وزیر دفاع بریتانیا نیز در این اجلاس گفته نیروهای بریتانیا به دعوت دولت عراق به این کشور رفتند و باید رأی پارلمان عراق به خروج نیروها از خاک این کشور به رسمیت شناخته شود. به گفته او مذاکراتی با نخست وزیر عراق و سایر وزرا در جریان است و در نهایت بریتانیا آنگونه که عراق بخواهد عمل می‌کند. او تأکید کرده که از نظر دولت بریتانیا حضور در عراق برای کمک به ساخت این کشور و بهبود وضعیت امنیتی آن مهم است. وزیر خارجه آلمان گفته است هنوز برای گفتگو درباره انتقال نیروها زود است، اما کشورهای اصلی که در عراق نیرو دارند روز جمعه در کنفرانس امنیتی مونیخ باز هم درباره این موضوع گفتگو خواهند کرد. عملیات آموزشی ناتو در عراق در سال 2018 بعد از 3 سال جنگ علیه داعش در این کشور آغاز شده و به 500 نیروی نظامی اجازه می‌دهد که بدون مشارکت در عملیات نظامی عراقی‌ها به آموزش این نیروها بپردازند. بر اساس گزارش‌ها از موضوعات مورد بحث در کنار انتقال نیروها، گسترش مناطق آموزشی ناتو و بهبود برنامه‌های آموزشی است. جلسه وزرای دفاع کشورهای عضو ناتو امروز هم ادامه خواهد داشت و قرار است در اولین ساعات صبح امروز کنفرانس خبری توسط مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا برگزار شد. مهنوش پورزیایی گزارش میداد. ادامه میدیم برنامه رو با خبری دیگه از خاورمیانه. به دنبال اظهارات وزیر دفاع اسرائیل مبنی بر عزم آن کشور برای مقابله با حضور ایران در سوریه، سخنگوی وزارت خارجه ایران به اسرائیل هشدار داده که هر گونه اقدام علیه منافع جمهوری اسلامی در سوریه با پاسخی کوبنده مواجه خواهد شد. عباس موسوی گفت جمهوری اسلامی در حراست از حضور خود در سوریه و دفاع از امنیت ملی و منافع منطقه‌ایش لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد و به مقام‌های اسرائیل هشدار داد که پاسخ تهران به هر گونه اقدام به گفته او احمقانه یا تجاوز قاطع و کوبنده خواهد بود. چند روز پیش نفتالی بنت وزیر دفاع اسرائیل با اشاره به آنچه تلاش‌های ایران برای ایجاد کریدوری جهت انتقال نیرو و تجهیزات از طریق عراق و سوریه توصیف کرد، گفت که آمریکا و اسرائیل به توافق رسیدند تا برای مقابله با چنین تلاش‌هایی از سوی جمهوری اسلامی تقسیم کار بکنند، به طوری که آمریکا در عراق و اسرائیل در سوریه به مقابله با نفوذ ایران بپردازد. سخنگوی وزارت خارجه ایران تاکید کرد که حضور ایران در سوریه به دعوت دمشق و برای مبارزه با تروریست‌هایی است که به گفته او از سوی اسرائیل و آمریکا حمایت می‌شوند. برای بررسی بیشتر این خبر پیشتر گفتگویی داشتم با میر جاودانفر، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو. نخست از او پرسیدم آیا تهدیدی که ایران علیه حضورش در سوریه از سوی اسرائیل احساس می‌کند تهدید جدیدی است؟ نه، چیزی تهدید جدیدی نیستش. ما تا اونجایی که میدونیم در چند سال اخیر اسرائیل چندین بار حمله کرده به محموله های اسلحه سپاه پاسداران و نیروهای وابسته به سپاه پاسداران در سوریه و این چیزی جدید نیستش. تنها چیزی که جدید هستش این هستش که بر اساس گزارش های اسرائیل و آمریکا به یک توافقی رسیدن که از این به بعد اسرائیل به
محموله های اسلحه سپاه پاسداران در عراق دیگه حمله نخواهد کرد و قبلا بر اساس گزارش های مطبوعات خارجی اسرائیل چندین حمله انجام داده بود، ولی به نظر میاد که دیگه الان تقسیم کاری به وجود اومده بین اسرائیل و آمریکا که آمریکا روی عراق تمرکز خواهد کرد و اسرائیل روی سوریه. و فکر میکنید که همین تقسیم کاری که باعث این واکنش ایران شده؟ ببینید امکانش وجود داره، ولی یکی از دلایلی که به نظر میاد که این تقسیم کار به وجود اومده الان این هستش که آمریکایی‌ها نگران بودن از عواقب حملات اسرائیل به قلمرو عراق. الان آمریکایی‌ها به اندازه کافی خودشون در عراق با چالش‌های مختلفی مواجه هستن، به خصوص بعد از کشته شدن آقای قاسم سلیمانی. به نظر میاد که حملات گزارش شده اسرائیل به خاک عراق یه خود مسئله رو براشون پیچیده تر میکرد، به خصوص الان که در عراق در یک مرحله حساسی هستش، نه فقط در مورد مسئله آمریکا بلکه به خاطر مسائل داخلی. و به نظر میاد که مصلحت آمریکا که مهمترین همپیمان اسرائیل هستش این هستش که الان فعلا اسرائیل جلوی حملات خودش رو در قلمرو عراق بگیره. واکنش ایران که تهدید کرده که پاسخ کوبنده ای خواهد داد به هر گونه اقدام اسرائیل چقدر جدی گرفته خواهد شد در اسرائیل؟ چون به هر حال ایران تا کنون پاسخ چندان مستقیم و آشکاری به حملات اسرائیل در سوریه نداده. بله تا الان نه، ولی همیشه احتمالش وجود داره که جمهوری اسلامی ایران پرتاب موشک انجام بده از قلمرو سوریه. مسائل ضد هوایی خود پیچیده تر به نظر میاد، با وجود اینکه اخیراً متاسفانه دیدیم که جمهوری اسلامی سیستم های پدافند هواییش در مسئله هواپیمای اوکراین، پدافند هوایی روسی داره، تور یک و سیستم های مختلف پدافند هوایی، ولی به نظر میاد که یا سوریه یا روسیه، هنوز مطمئن نمیدونم کدوم یکی از این دو، اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی سیستم های پدافند هواییش رو بیاره در قلمرو سوریه برای استفاده علیه حملات هوایی اسرائیل. پس تنها نمیشه گفت تنها آپشنی که وجود داره این هستش که الان جمهوری اسلامی حمله بکنه به اسرائیل با موشک، که اون هم یک بار انجام داد، البته سیستم بمب آهنین اسرائیل رو منهدم کرد، ولی همیشه در آینده احتمالش وجود داره. ولی چیزی که به نظر میاد این هستش که با وجود تمام حملات اسرائیل در این چند سال اخیر، دولت جمهوری اسلامی با وجود تحریمات، با وجود مشکلات اقتصادی، هنوز مصمم هستش که اسلحه بفرسته به حزب الله از طریق سوریه. البته آقای جاودانفر، یک موضوعی که وزیر دفاع اسرائیل در مورد اون ابراز نگرانی کرده این کریدوری هستش که به گفته او ایران داره سعی میکنه برای انتقال نیرو و سلاح از طریق عراق و سوریه ایجاد کنه. این نگرانی اسرائیل چقدر جدیه؟ نگرانی بسیار جدی هستش. در بعد از جنگ در جنگ 2006 حزب الله 4000 موشک به اسرائیل شلیک کرد. الان حزب الله حدود 120000 موشک داره و الان حزب الله داره سعی میکنه که موشک‌های نقطه زن از ایران دریافت بکنه، که این میتونه کاملا تمام معامله رو عوض بکنه، میتونه تمام ماجرا رو عوض بکنه. یک موشک آقای نصرالله گفته که حاضر هستش به تاسیسات اتمی اسرائیل در دیمونا حمله بکنه. خب با موشک نقطه زن یک حمله بکنه به این همچین جایی میتونه خسارت بی‌نظیری داشته باشه و در واکنش احتمالش وجود داره که اسرائیل نه فقط به لبنان بلکه به قلمرو ایران به اهداف سپاه پاسداران حمله بکنه. پس این مسئله الان هستش که بسیار وخیم هستش، بسیار جدی هستش، به خصوص مسئله انتقال موشک‌های نقطه زن از جمهوری اسلامی به حزب الله و هر نخست وزیر اسرائیل، حالا آقای گنتس باشه آقای نتانیاهو، مصمم خواهد بود که جلوی اینو بگیره. با امیر جاودانفر گفتگو می‌کردم، کارشناس مسائل اسرائیل در تل آویو. چشم‌انداز بامدادی را از بخش فارسی رادیوی بی بی سی در لندن می‌شنوید. مجموعی از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو درباره رویدادهای مختلف ایران و جهان. هر روز از ساعت 7 تا 9 صبح به وقت تهران.
گزارش های رسیده از شمال ایران ها کیست که حوادث ناشی از بارش سنگین برف در استان گیلان حداقل 7 کشته و 10 مجروح بر جای گذاشته. سازمان اورژانس ایران گفته که 5 نفر در رودبار بر اثر ریزش بهمن و 2 نفر بر اثر سقوط از ارتفاع و ریزش سقف در رشت جان خود را از دست دادند. بارش برف در چند روز گذشته در نقاط مختلف ایران به ویژه استان گیلان باعث مسدود شدن راه‌ها و قطعی آب، برق و اینترنت شده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به وزیران راه و شهرسازی، نیرو، ارتباطات و فناوری، اطلاعات و کشور دستور داده تا از امکانات وزارتخانه‌های خود برای کمک به مردم استفاده کنند، اگرچه کندی عملیات کمک رسانی با انتقادهایی مواجه شده است. بارش برف در مناطق مختلف ایران در حالی صورت گرفته که پیشتر سازمان هواشناسی ایران در مورد کاهش 10 تا 20 درجه‌ای دمای هوا و نفوذ توده هوای سرد در همه استان‌ها به جز جنوب شرق کشور خبر داده بود. در گفتگویی که با ناصر کرمی اقلیم‌شناس ساکن ترونتهایم نروژ داشتم از او پرسیدم که آیا تغییر ناگهانی دمای هوا در حد 20 درجه همراه با بارش برف امری طبیعی است؟ از نظر اقلیمی اون جایی که گیلان بایستاده، یعنی یک نقطه ارتباط بین پرفشارهای سیبری از این بر این کمفشارهایی که از سمت جنوب ایران میان، عربستان، و از اون بر جریانهایی که از اروپا میان که موقعیت بیجی اقلیمی رو برای استان گیلان درست میکنن که میتونه این وضعیت توش بروز پیدا بکنه، یعنی کاملا نرمال است یک موج هوای گرمی بیاد، بعد این موج توسط یک موج هوای سرد پس زده بشه، دوباره این موج بعدی مثلا توسط یک موج پربارش پس زده بشه. توی گیلان چنین چیزی معموله، کما اینکه ما هم توی خود چشمانداز گیلان رو هم میبینیم، یعنی هم جنگل‌های بسیار انبوه میبینیم، هم یک منطقه نیمه بیابانی میبینیم مثلا از رودبار به سمت پایین که نگاه بکنیم، و هم همچنین منطقه کاملا شکل و سب سیما و یک جای خیلی سردسیر کوهستانی دارن، انگار شما رفتید اسکاندیناوی مثلا یک جای مثل ارتفاعات رامسر و به سمت جواهرده و اینا میرید. به هر حال پدیده عجیب غریب و بگیم کاملا بدون سابقه رخ نداده اونجا. آقای کرمی اشاره کردید که این وضعیتی که الان در شمال ایران به وجود اومده یک وضعیت نسبتا نرمالی هستش که طبیعیه، آیا این به معنای اینه که این گمانه که ممکنه ناشی از تغییرات اقلیمی بوده باشه این وضعیت منتفی هستش؟ منتفی نیست قطعا. به هر حال سیل، خشکسالی، برف شدید، اینها تو یک اندازه های ما از چه جهت میگیم نرمال؟ شاید هر 100 سال یک بار بیاد، ولی 100 سال یک بار هم نرماله، یعنی از این جهت که خب توی یک دوره‌ای هست که قابل پیش بینی، خیلی از این پدیده‌ها به این شکل میاد. اما اگر چیزی که قرار هر 100 سال یک بار بیاد، هر 5 سال یک بار بیاد، این دیگه نرمال نیست. تک به تک نرماله، ولی این تعداد وقوعش و شدت وقوعش و این که در دوره زمانی نزدیک داره میباره، اون دیگه نمیشه گفت نرماله. شما میبینید مثلا اینکه توی همزمان با این توی خوزستان، توی جایی که اصلا نباید برف بیاد، جایی مثل شوش برف باریده روز سه‌شنبه، و یا اینکه همینجا 20 روز قبل یک گرمای بی‌سابقه‌ای بوده، یعنی گرمایی که مثلا باید هر 30 سال یک بار رخ بده، بعدش دوباره سرما و برفی رخ داده که هر مثلا 20 سال یک بار باید رخ بده. اون برتر پارسال می‌دونید دو تا سیل اومد که اینا گفتن دوره وقوع، دوره برگشت این سیل‌ها هر 200 سال یک بار توی استان گلستان، و یا توی خوزستان دو تا سیل این شکلی رخ داده. همین امسال یک ماه پیش توی منطقه بلوچستان یک سیلی رخ داد که میگفتن دوره برگشتش حداقل 80 سال است. این تعدد وقوع این اکستریم ها یکی از نشانه های تغییر اقلیم است، اگرچه تک به تک میتونن یه پدیده نرمال هم ترقی بشن. با ناصر کرمی گفتگو میکردم، اقلیم شناس ساکن ترونتهایم نروژ. اما نگاهی بیاندازیم به روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران که موضوع بارش برف در اونها هم انعکاس زیادی داشته. فرشته قاضی، روزنامه نگار ساکن آتلانتا، روزنامه‌ها را ورق می‌زند. بررسی روزنامه‌های تهران را در بخش اول شروع می‌کنیم با غافلگیری تکراری ما قبل تاریخی از جوان، فقر آموزش در بحران از ایران و خط قرمزهای موهوم از ابتکار. خب مسئله بارش برف در شمال ایران در گیلان یکی از موضوعاتی هست که خیلی در روزنامه ها بهش پرداخته شده. شروع کنیم با روزنامه جوان که غافلگیری مقام های ایران در برف گیلان رو یک غافلگیری ما قبل تاریخی توصیف کرده. چی نوشته این روزنامه؟ همونطور که اشاره کردید باستاب گسترده‌ای داشته این مسئله در روزنامه‌های تهران. روزنامه‌های اصولگرا همه انتقاد کردن از دولت، مثل وطن امروز که تیتر زده سر تدبیر زیر برف.
در روزنامه جوان زهرا چیزعلی نوشته در حالی که ماهواره‌های هواشناسی از یک هفته قبل از بارش یک متری برف در گیلان و مناطق غربی کشور خبر داده بودند، مسئولین کشوری و محلی از بارش برف پیش‌بینی شده غافلگیر شدند. اما این نخستین بار نیست که مسئولین کشورمون در برابر حوادث قابل پیشبینی غافلگیر میشن. سیلاب ابتدای امسال با وجود اینکه از چند روز قبل از سوی سازمان هواشناسی پیشبینی شده بود، مسئولین رو غافلگیر کرد. این غافلگیری در حادثه سیلاب اخیر در نقاط جنوب و جنوب شرقی کشور هم دوباره تکرار شد و با سیل پیشبینی شده سیستان شرایط این منطقه رو اضطراری کرد و ویرانه های متعددی بر جای گذاشت. حالا نوبتی هم که شده نوبت غافلگیری مسئولین از بارش برف، برفی که از حدود یک هفته پیش پیشبینی شده بود و در کنار هشدار سازمان هواشناسی در رسانه ها، در صفحات و کانال های شبکه‌های اجتماعی هم در اون مورد اطلاع رسانی شده بود. و روزنامه ایران در ارتباط با خبر بارش برف در گیلان از فقر آموزشی مردم در مورد چنین بحران هایی سخن گفته. مرتضی اکبرپور در این روزنامه نوشته که این نوع بحران‌ها و حوادث تنها مختص کشور ما نیست، بلکه در بسیاری از کشورهای پیشرفته و با تکنولوژی‌های بروز و کارآمد همچون استرالیا و اروپا هم مشکلاتی از این دست در زمان بحران طبیعی و امکان پاسخگویی 100% به مشکلات وجود نداره. با این همه سوال مطرحه که چرا سیستم مدیریت بحران در بارش شدید برف در گیلان زمینگیر شد و نتونست اونطور که باید اقدامات فوری و آرایش زمان بحران رو در دستور کارش قرار بده. آقای اکبرپور در پاسخ مهمترین مؤتلفه پیشگیری از وقوع بحران رو آگاهسازی، اطلاع رسانی و مشارکت گسترده مردم در پیاده سازی و هشدارهای دستگاه‌های زیرآب دونسته. نوشته متاسفانه شهروندان کمتر به هشدارها توجه می‌کنند. در زمینه فرهنگ‌سازی و آموزش در زمان بحران، اگرچه به نوشته آقای اکبرپور برای مدیران و مسئولان کارگاه‌ها و دوره‌های فشرده و تخصصی آموزشی برگزار میشه، اما آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیره آموزش و اصولی شهروندان در برابر بحرانه. و در پایان روزنامه ابتکار که از سانسور جشنواره فجر توسط صدا و سیما انتقاد کرده. فاطمه امین‌الرایا در این روزنامه به پخش زنده مراسم اختتامیه جشنواره فیلم فجر از سوی صدا و سیما اشاره کرده و سانسورهایی که عجیب خونده و نوشته که آنچه در پخش زنده صدا و سیما با اون روبرو بودیم بیشتر به یک شوخی یا کمدی میمونست تا در پیش گرفتن ملاحظات یا خط قرمزهای معمول. در شرایطی که با چند ساعت تأخیر تمام آنچه که صدا و سیما از پخشش امتناع کرد در شبکه‌های اجتماعی به صورت کامل دست به دست میشد و بسیاری هم اونا رو به صورت زنده از طریق پخش زنده اینستاگرام از صفحات افراد حاضر میدیدن، این سوال مطرحه که این صحبت‌ها، یعنی صحبت‌های هنرمندانی که سانسور شده، چه تناقضی با ملاحظات و خط قرمزهای صدا و سیما داشت که سانسور شد؟ چه دلیلی برای این حجم از ملاحظه کاری وجود داره در صورتی که تمام این گفته‌ها با فاصله اندکی شنیده میشه و اینکه در شرایطی که دایره ممیزی در صدا و سیما تا این حده، چه اصراری به پخش زنده داشتن؟ فرشته قاضی مطالبی دیگر هم از روزنامه‌های امروز صبح چاپ تهران برگزیده که در نیمه دوم برنامه میتوانید بشنوید. اما فرصتی هست که از شما شنوندگان هم دعوت کنم که با نظراتتون در برنامه ما حضور داشته باشید. مثلا در مورد موضوع بارش برف، خودتون آیا تجربه و مشاهده‌ای دارید؟ عملکرد دولت و مسئولان در کمک رسانی رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ در مورد تنش بین ایران و اسرائیل بر سر مسئله حضور ایران در سوریه چه فکر می‌کنید؟ نظراتتون رو با ما در میان بگذارید. بی بی سی شما در تلگرام، پای پخش زنده برنامه در فیسبوک. منتظر پیام‌های شما هستم. دیدگاه‌های شما در این برنامه در تلگرام به بی بی سی شما بامدادی @bbc.co.uk 2044 370 412 22 22. در اینجا توجهتون جلب میکنم به چند خبر کوتاه از ایران. زلزله 4.5 ریشتری بعد از ظهر دیروز احمد سرگوراب منطقه‌ای در استان گیلان را لرزاند. این زلزله در شهرهای تارم، زنجان،
خرمدره و ابهر هم حس شده است. این در حالی است که گیلان در روزهای گذشته با مشکلات ناشی از برف سنگین و راهبندان دست به گریبان است. مشاور وزیر بهداشت ایران از کاهش نرخ باروری در ایران خبر داده است. محمد اسماعیل اکبری گفته نرخ باروری از سال 96 به سال 97 به میزان 127,000 تولد کمتر بوده که این آمار از سال 97 تا سال 98 به 150,000 تولد کمتر رسیده. آیت الله خامنه ای بارها در سالهای اخیر بر ضرورت و لزوم افزایش جمعیت ایران تاکید کرده. رئیس ستاد انتخابات ایران تعداد نامزدهای تایید صلاحیت شده در انتخابات پیش روی مجلس را بیش از 7000 نفر اعلام کرده است. حسن روحانی اخیراً از رد صلاحیت‌های گسترده انتقاد کرد و نامزدهای باقی مانده را تشبیه به وجود انبوهی از یک نوع کالا به جای تنوع در فروشگاه‌ها کرده بود. و انتخابات مجلس شورای اسلامی برای تصاحب 290 کرسی قرار است روز دوم اسفند ماه برگزار شود. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران میگوید پرتاب ماهواره به فضا حق ذاتی ایران در توسعه علم و فناوری است. پیشتر فرانسه و آمریکا تلاش ناکام ایران برای پرتاب ماهواره به فضا را محکوم کرده بودند و این اقدام را آزمایشی برای موشک‌های بالستیک ایران قلمداد کرده بودند. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته برنامه موشکی این کشور قطعنامه 2231 را زیر پا نگذاشته، چرا که اساساً موشک‌های ایرانی قابلیت حمله سلاح هسته‌ای را ندارند. و رئیس اتحادیه خرازی فروشان ایران فروش بادکنک در روز ولنتاین را ممنوع اعلام کرد. حسین دکمچی گفته اداره اماکن در نامه‌ای به اتحادیه خرازی فروشان خواسته که از خرید و فروش بادکنک در سطح بازار در این روز خودداری شود. رئیس اتحادیه خرازی فروشان گفته برای اطلاع عموم در این باره بنرهایی هم نصب شده است. آمار تازه‌ای ثبت شده در استان هوبی چین، کانون شیوع ویروس کرونا، حاکی از افزایش چشمگیر موارد سرایت این ویروس و تلفات ناشی از آن است. این آمار حاکی است که ویروس روز چهارشنبه جان 242 نفر دیگر را گرفته. مرگبارترین روز از زمان آغاز شیوع ویروس. سازمان بهداشت جهانی میگوید هنوز زودتر از آن است که بتوان در مورد پایان اپیدمی ویروس جدید کرونا پیش بینی کرد. مدیر کل این سازمان هشدار داد که روند شیوع این ویروس هنوز ممکن است در هر جهتی حرکت کند. سینا علی نژاد گزارش می‌دهد. آمار قربانیان در روز چهارشنبه در استان هوبی 242 نفر گزارش شد که مرگبارترین روز از زمان شیوع بیماری است. همچنین شمار موارد تازه ابتلا به 14840 نفر رسید که نشان دهنده جهشی بزرگ است. مقام‌های استان هوبی اکنون تعریفی جامع‌تر برای شناسایی بیماران به کار می‌برند که افزایش شمار مبتلایان را توضیح می‌دهد. تا روز چهارشنبه شمار موارد در هوبی یعنی مرکز شیوع در حال پایدار شدن بود. تدروس گبریسوس مدیر کل سازمان جهانی بهداشت پیشتر در این روز گفته بود موارد جدید تایید شده در چین طی یک هفته گذشته پایدار شده، اما باید در تعبیر این داده‌ها نهایت احتیاط را به کار برد، چرا که روند شیوع هنوز قابل پیش بینی نیست. مایکل رویان رئیس بخش شرایط اضطراری سازمان جهانی بهداشت گفت که از 441 مورد ابتلا به این ویروس در خارج از چین، این سازمان توانسته به جز 8 مورد منبع سرایت بقیه را شناسایی کند. او اضافه کرد که هنوز خیلی زود است بخواهیم پیش بینی کنیم که در نقطه شروع، وسط یا پایان این اپیدمی قرار داریم. همزمان صدها مقام بهداشت عمومی، اپیدمی شناس و دانشمند از سراسر جهان که مشغول ملاقات در شهر ژنو سوئیس بودند، مجموعه تدابیری را برای مقابله با بیماری تهیه کردند. این تدابیر شامل تهیه کیت‌های تشخیص بیماری در همه کشورها، تدابیر سفت و سخت جلوگیری از عفونت و شتاب دادن به تحقیقات در زمینه معالجه و ساخت واکسنی احتمالی است. سمیه سوامیناتان از متخصصان سازمان جهانی بهداشت هم گفت فکر می‌کند که واکسنی پیدا خواهد شد، اما این کار زمان می‌برد چون تولید واکسن کاری یک شبه نیست. در تحولی دیگر در روز چهارشنبه بزرگترین نمایشگاه تلفن همراه موسوم به کنگره جهانی موبایل که قرار بود در شهر بارسلون اسپانیا برگزار شود به خاطر نگرانی در مورد ویروس کرونا لغو شد. سینا علی نژاد گزارش می‌داد. اجازه بدید حالا نگاهی بیاندازیم به سرخط اخبار مهم روز. وزیران دفاع کشورهای عضو ناتو پیمان آتلانتیک شمالی در نشستی در بروکسل توافق کردند تا فعالیت‌های آموزشی این سازمان در عراق را گسترش دهند. دبیر کل ناتو میگوید این کار در هماهنگی با دولت عراق بوده است.
رئیس جمهوری آمریکا از مجلس سنای آن کشور خواسته تا به محدود شدن اختیارات رئیس جمهوری در مورد جنگ با ایران رأی ندهد. دونالد ترامپ محدود شدن اختیارات خود را به معنی ارسال پیامی بد به تهران دانست. و لبنان به طور رسمی از صندوق بین المللی پول برای حل بحران عمیق اقتصادیش کمک خواست. صندوق بین المللی پول میگوید این درخواست بیشتر بر کمک های کارشناسی متمرکز است تا پشتیبانی مستقیم. لبنان با 86 میلیارد دلار بدهی یکی از مقروض‌ترین دولت‌های جهان در مقایسه با حجم اقتصاد کشور است. و در ایران تبلیغات برای 11مین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز پنجشنبه 24 بهمن آغاز شده. خب در اینجا به نیمه راه رسیدیم. ممنون که ما رو تو اینجای کار همراهی کردید. در ادامه برنامه ابتدا نگاهی به وضعیت صنعت خودروسازی و بازار خودرو در ایران میاندازیم که در دو هفته اخیر روزهای پرتلاطمی رو سپری کرده. اخبار ورزشی مهم روز رو بررسی میکنیم و طبق معمول پنجشنبه ها برنامه هفتگی شاهد عینی رو هم خواهیم شنید. با ما باشید در چشم‌انداز بامدادی رادیوی فارسی بی بی سی. هر جا که هستید، سر میز صبحانه یا در حال رانندگی، می توانید چشم‌انداز بامدادی بی بی سی را از طریق رادیو هم بشنوید. صدای ما را می توانید از ساعت 7 تا 8 و نیم صبح به وقت تهران از موج متوسط 1413 کیلوهرتز دریافت کنید. از ساعت 7 تا 8 صبح تهران این برنامه بر روی امواج کوتاه 41 و 49 متر برابر با 7485 6095 و 6010 کیلوهرتز نیز پخش می شود. از ساعت 8 تا 9 صبح تهران صدای ما را می توانید بر روی امواج کوتاه 22 25 و 31 متر برابر با 13750 11905 و 9440 کیلوهرتز بشنوید. روزتان را با چشم‌انداز بامدادی بی بی سی آغاز کنید. برنامه را با خبری اقتصادی از ایران ادامه می دهیم. علی علیلو، رئیس سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس ایران از خودروسازان می گوید یکی از دلایل نابسامانی در بازار خودرو در ایران وجود مافیا است. مافیایی که این نماینده سابق مجلس ادعا می کند در کابینه و نیروهای امنیتی نفوذ دارد و صنعت خودروسازی را اداره می کند. عناصر مافیایی که در صنعت خودرو هست حتی بر وزیرش نفوذ دارند. حالا گاه مستقیم گاه غیر مستقیم بر دستگاه‌های نظارتی ما نفوذ دارن، حتی بعضی وقتا بر دستگاه‌های امنیتی ما نفوذ دارن. چجوری باید ما اینو بگیم؟ بنده با گزارششم به جاهای مختلف دادم تا یه حدی که رسیدم به یه خط قرمزهایی که اگر فرصتی داده بشه دیگه اون نکته هایی که اون ور خط قرمز هست فقط محضر خود مقام معظم رهبری عرض خواهم کرد. نفوذای بالا دارم. کسایی که ریشهشون بیرونه، آدمهای متولی یک بخشی از صنعت خودرو هستن و با قلدری تو صنعت خودرو دارن نفوذ خودشون رو اعمال میکنن، از تو سیستم نظارتی و قضایی هستن، تو سیستم اجرایی و دولتی هستن، در بعضی نهادهای سطح بالای کشور نفوذ دارن و هستن، حتی آدم ها شما میدونیم دفاع میکنن. از کی؟ از سرشاخه مافیایی که اسپانسر مثلا حزب دموکرات امریکاست در امریکا. از خانم کلینتون آخرین اسپانسریشو برای ایشون داشته. از عوامل این مافیا همسرش از کارکنان سیاست در خارج. آقای علیلو اضافه کرد که شرکت‌های اصلی تولید کننده خودرو در ایران ورشکسته هستند و 16 الی 20 هزار میلیارد تومان بدهی دارند. هشدار رئیس سابق هیئت تحقیق و تفحص مجلس از خودروسازان در مورد وضعیت این صنعت در حالی مطرح شده که بازار خودرو ایران در دو هفته اخیر روزهای پرتلاطمی را سپری کرده.
خودروهای پرتیراژ داخلی با جهش قیمت مواجه شدند و رغبت به فروش خودرو تا حد زیادی کاهش یافته. برای نمونه پراید 131 که در نیمه دوم آذر ماه حدود 50 میلیون تومان قیمت داشت به بالای 62 میلیون تومان رسید، هرچند که در هفته جاری این روند صعودی متوقف شد و قیمت ها افت کرد. افزایش اخیر قیمت باعث شده که فاصله قیمت کارخانه و بازار آزاد دوباره زیاد شود و همین مشوقی برای خریداران شد. این اختلاف با احتساب قیمت روز برای پراید حدود 13 میلیون تومان است. نتیجه افزایش اخیر قیمت آن شد که تعداد خودروهای زیر 100 میلیون تومان انگشت شمار شود. برای بررسی بیشتر وضعیت بازار خودرو در ایران گفتگویی داشتم با آرش حسنیا، روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن پراگ. نخست از او در مورد افزایش قیمت اخیر خودرو در ایران پرسیدم. افزایش اخیر قیمت خودرو اگه بخوایم دلایلی براش بر بشماریم، مهمترین دلیلش افت تیراژ تولید خودروسازان هست که پس از تحریم‌های آمریکا در واقع چرخه تولید صنعت خودرو متوقف شد یا با مشکلاتی روبرو شده. هم قطعه سازان صنعت خودرو هم خودروسازان نتونستند این چرخه تولید رو به میزان قبل حفظ بکنند. کافیه آمارهای 9 ماهه‌ای رو که وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده رو با 9 ماهه پارسال مقایسه بکنیم که نشون میده انواع سواری تولیدش حدود 25% کاهش پیدا کرده. همچنین افزایش قیمت ارز سبب شده که هزینه های تولید خودروسازان بسیار بالا بره و اونها تمایلی هم شاید به این نداشته باشند که بازار خودرو رو اشباع بکنن از تولیدات خودشون، و این دو عامل دست به دست هم داده که در ساختار انحصاری تولید و بازار خودرو که خودروسازان قیمت هاشون رو بر اساس قاعده جدیدی که گذاشته شده باید 5% پایین تر از قیمت بازار عرضه بکنند، حتی خودشون هم تمایل داشته باشند که قیمت ها افزایش پیدا بکنه، چون اون عرضه 5% ارزان تر از قیمت بازار هم هر چقدر که بالاتر رقم بخوره سود بیشتری رو برای اونها به همراه داره. و چطور شد که صنعت خودروسازی ایران به تدریج به این وضعیت کشیده شد؟ خب اگرچه ما دلایلی که برای این موج از افزایش قیمت عنوان کردیم که تحریم هاست یا افزایش قیمت ارز، اما این مشکل یک مشکل 40 دهه‌ای است، یعنی 40 سال هست که خودروسازان ایرانی در یک ساختار انحصاری رانتی تولید می کنند و حتی اختیار بازار، یعنی هم عرضه کننده به بازار هستند، هم تولید کننده بازار هستند و هم حتی تعیین کننده مکانیزم قیمت گذاری در بازار هستند. حتی در دوره هایی که واردات محدود هم اجازه داده می شد به بازار خودرو، این خودروسازان بودند که در همون ساختار واردات خودرو رو هم بر عهده داشتند. بر اساس تحقیق و تفحصی که مجلس پیشین در سال 91 انجام داد، از جمله دلایل مشکلات صنعت خودرو و بحرانی رو که در صنعت خودرو عنوان کرده بود اون گزارش تحقیق و تفحص، انحصاری بود که در خود خودروسازی، یعنی در زنجیره خودروسازی وجود داشت، به این مفهوم که خودروسازها شرکت‌های اقماری پرشماری رو داشتند، به ویژه این دو خودروساز بزرگ دولتی سایپا و ایران خودرو هر کدوم بیش از 100 شرکت اقماری داشتند که هیئت مدیره های اونها به شکل ماتریسی و به شکل ضربدری این شرکت های تو در تو رو اداره می کردن. همین باعث شده بود که حتی سفارشگیری قطعه ها و این زنجیره تولید در اختیار گروه خاصی قرار بگیره که حالا این روزها از اونها به عنوان مافیای خودرو یاد میشه و هزینه های تولید خودروسازان رو در این فضای انحصاری بسیار بالا برده بود. و آیا دخالتی از سوی نهادهای ناظر صورت نگرفته یا دخالتشون مؤثر نبوده؟ در طی این سالها مدام بحث نظارت بر بازار خودرو مطرح شده. گاهی اصل قیمتگذاری به شورای رقابت وانهاده شده، گاهی مثل همین الان که سران سقوبا این رو گرفتن و اختیارش رو دادن به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده یا ستاد تنظیم بازار، و حتی در این مورد اخیر که آقای رئیسی، رئیس قوه قضاییه، گفته که حتما ورود میکنن و برخورد میکنن. اما مهمترین مسئله این هست که
این مکانیزم غیر اقتصادی، یعنی ورود دستگاه‌های ناظر یا دستگاه‌هایی که عموماً بر اساس تنبیه یا نظارت‌های از این دست هست، نشون داده در این 40 سال که نظارت‌های ناکافی و غیر مؤثری است. دلیل اصلی و عامل اصلی و اون چیزی که میتونه بازار خودرو رو مثل هر بازار دیگه ای تنظیم بکنه، مکانیزم عرضه و تقاضای اقتصادی است که خود به خود میتونه این بازار رو به تعادل برسونه، که خب به دلایل مختلفی در حال حاضر و از همه مهمتر تحریم ها امکان این وجود نداره و در این 40 سال هم هرگز این فرصت به خودروسازان داده نشده که بعد از یک مدت معقول حمایت، این حمایت منطقی بشه و خودروسازان در معرض یک آزمون جدی رقابت با همتایان خارجی و بین المللی خودشون قرار بگیرن. از این رو ساختار بازار خودرو و صنعت خودرو یک ساختار انحصاری آلوده به رانت هست و به همین سادگی با این ورودهای دستگاه نظارتی سامان پیدا نمی کن. با آرش حسنیا گفتگو میکردم، روزنامه نگار اقتصادی ساکن پراگ. چند تا از پیام هایی که به دستمون رسیده براتون بخونم. جواد نوشته: من در استان مرکزی زندگی میکنم و در این 5 سال چنین حس سرمایی رو نداشتم. در منطقه ما تا به الان زیاد برف نیومده ولی دمای منفی 9 نشان از سرمایی شدید دارد. مرتضی هم نوشته که شهر ما رامسر همسایه گیلان هستش، داخل شهر برفی نیومد، یلاقات نیم متر برف اومد. با وجودی که از قبل میدونستن برف خواهد آمد هیچ کاری نکردن، فقط 2 روز قبل از برف چند تا ماشین آتش نشانی داخل شهرها چرخاندند انگار که قرار آتش سوزی بشه. بعد برف نه یه لودری نه یه بولدوزری که راه رو باز کنن. مدیریت بحران نداریم، بحران مدیریت داریم. این هم پیام مرتضی بود. ممنون از پیام هایی که برای ما فرستادید. برگردیم سراغ روزنامه های چاپ تهران همراه با فرشته قاضی. بررسی روزنامه های تهران رو در بخش دوم ادامه میدیم با روحانی دیر دست به کار شد از جهان صنعت، 7 خانه همه پرسی از اعتماد و در نهایت هم ماجرای بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه تهران از شرق. خب موضوع لایحه همه پرسی بر سر نظارت استصوابی که دولت تهیه کرده موضوعی است که در اکثر روزنامه ها بازتاب داشته. شروع کنیم با جهان صنعت که در این مورد نوشته حسن روحانی دیر دست به کار شد. همینطور هست. این لایحه رو در واقع جهان صنعت در تیتر 1ش لایحه نمایشی خونده و نعمت احمدی در سرمقاله این روزنامه اشاره کرده به اینکه روزها و هفته های آخر مجلس فعلی هست و این مجلس نخواهد رسید که این لایحه رو تصویب بکنه. آقای احمدی نوشته آقای روحانی وعده زیاد میده، اما اگه در واقع میخواست به انتخابات سمت و سویی بده و از این وضع نجات پیدا کنه، باید 6 سال پیش این کارو میکرد، نه اینکه بعد از گذشتن 6 سال و پایان مجلس که تقریبا همسو با دولت بود دست به کار بشه، اون هم در زمانی که مجلسی رو پیش رو داریم که آقای روحانی به رد صلاحیت‌های اون بارها اعتراض کرده و میدونیم که مجلس 11 چه مجلسی خواهد بود. روزنامه اعتماد نوشته که برای برگزاری همه پرسی باید از 7 خان رستم عبور کرد، چون به نوشته این روزنامه حتی در صورت تصفیب در مجلس شورای نگهبان اون رو تایید نخواهد کرد. و در ادامه روزنامه اعتماد نوشته که با این اوصاف هیچ تغییری در نظارت استصوابی اتفاق نخواهد افتاد. میلاد علوی در این روزنامه نوشته که برخی تهیه لایحه برای همه پرسی درباره نظارت استصوابی در دولت رو اقدامی سیاسی میدونن و معتقدن که این مسئله توفیقات چندانی نخواهد داشت. برخی تحلیلگران اما معتقدن مجلس 10 میتونه با حفظ استقلال خود و بی‌توجهی به پیام‌های احتمالی خارج از پارلمان مصوبه برگزاری همین پرسی رو تایید کنه تا توپ در زمین شورای نگهبان و محافظه‌کارانی باشه که پیشتر اعلام کردن مخالفتی با برگزاری همین پرسی ندارن. به نوشته آقای علوی در این مسیر هم دولت 12 به وعده خود برای اجرای اصل 59 قانون اساسی یعنی برگزاری همین پرسی عمل کرده، هم اصلاح طلبان پارلمان میتونن بر عزم خود برای مراجعه به آرای عمومی جامعه عمل بپوشونن، جامعه‌ای که میتونه یک بار و برای همیشه مسئله نظارت استصوابی به شیوه مد نظر شورای نگهبان رو حل بکنه. و در پایان روزنامه شرق که در مورد بازداشت 3 دانشجوی دانشگاه تهران نوشته و اینکه موضع وزارت علوم همچنان در مورد بازداشت دانشجویان نامشخصه.
روزنامه شرق از بازداشت امیر محمد شریفه و معین زارعیان که گفته میشه مقابل خوابگاه دانشجویی بازداشت شدن و همچنین بهاره هدایت که پس از احضار به حراست دانشگاه بازداشت شده نوشته، از نگرانی های خانواده دانشجویان در خصوص محل نگهداری اونها و اینکه احضار بازجویی و دستگیری دانشجویان سال هاست در رسانه ها و سخنان مسئولین دانشگاهی و سیاسی ایران شنیده میشه، اما هنوز هم قانون شفاف و راهکاری دقیق برای اون وجود نداره. معمولا و پس از هر روز مهم و هر اتفاق سیاسی هم تعدادی از دانشجویان هستن که بازداشت میشن و در مرحله بعد بعضی مسئولین دولت و مدیران وزارت علوم از تلاش خود برای آزادی دانشجویان میگن و این ماجرا مدام و در برهه‌های زمانی مختلف تکرار میشه. شرق نوشته که دلیل بازداشت این سه دانشجو رو به فعالیت‌هاشون در شبکه‌های اجتماعی نسبت دادن، اما رئیس حراست دانشگاه تهران گفته که این دلیل نیست، بلکه به تجمع آخری که آبان ماه در دانشگاه اتفاق افتاده مربوط میشه که این دانشجویان، آقای سلیمانی در واقع رئیس حراست دانشگاه تهران، مدعی شده که در تجمعات اخیر شعارهای تند و ساختار شکنانه دادن. نوبت میرسه به اخبار ورزشی که امروز متمرکز بر فوتبال ایرانه. پوریا جعفری در گفتگو با مهدی رستم‌پور، روزنامه نگار ورزشی ساکن کوپنهاگ دانمارک، به بررسی این خبرها پرداخته. خب اخبار ورزشی امروز ما طبق روال این چند روز گذشته به انتخابات عجیب و غیر عادی فدراسیون فوتبال ایران ارتباط داره که هر روز اخبار جدیدی راجبش در رسانه‌های ایران میشنوید و الان داره تقریبا فاصله یک ماه مونده تا موقعی که قراره که انتخابات برگزار بشه، اگر که برگزار بشه در اون تاریخ 25 اسفند ماه. همراه من مهدی رستم‌پور از خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک. آقای رستم‌پور، می‌خواستم اول از همه یک نگاه کلی بکنیم به این نامزدها و انتخاباتی که پیش رو داریم. چطوری می‌بینید اوضاع رو؟ درود پوریا جان، همچنین شنوندگان محترم. به طور کلی از زمانی که آقای هاشمی تبا سنگ بنای تشکیل مجامع انتخاباتی فدراسیون ها رو گذاشت برای برپایی انتخابات، از همون ابتدا مسئله مهندسی شدن انتخابات شائبه در رای گیری ها و انتقاد و اعتراض نامزدهای شکست خورده همواره مطرح بوده و بعد همینجور پیش اومد تا اینکه بحث تایید صلاحیت ها هم از دستگاه ورزشی هم از اونچه که به عنوان نهادهای زیرب در ایران مطرح است، حالا میتونه ارگانهای نظامی باشه، وزارت اطلاعات باشه، اطلاعات سپاه باشه، خیلی هم مشخص نیست و کاملا غیر شفافه. اما در پی همه این سالها، اگر حالا برسیم به همین انتخابات فدراسیون فوتبال، با قاطعیت میشه گفت که بدترین انتخابات ورزشی در تاریخ ورزشی کشور همین انتخابات فدراسیون فوتباله که در یک جمله میتونم بگم فوتبال کشور رو گروگان گرفتن. و برای اینکه اینو شرح بدم که چه اتفاقی افتاده، میتونم یه مثال ساده بزنم که اگر بقیه انتخابات ورزشی که مهندسی میشد اینطوری بود که یه شورای نگهبانی بود که باید تایید میکرد، بعد از فیلتر او میگذاشتن و بعد مهندسی میشد تا گزینه مورد نظر به ریاست برسه، الان دیگه اینجوری نیست. الان خود همون شورای نگهبان انتخابات رو میخواد برگزار کنه، خودش نامزد شده، خودش میخواد به ریاست برسه، خودش گزینه هایی که میتونستن مفید باشن رو کنار گذاشته و یک همچین بلبشویی رو تحت عنوان انتخابات دموکراتیک وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال دارن در واقع تحمیل میکنن به فوتبال ایران. جالب این صحبتی که مطرح کردی، چون الان خیلی ها نظرشون این هست که بین وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال یک دعوای جدی داره اتفاق میفته، فدراسیون داره از موضع خودش استفاده میکنه یا به نحوی سوء استفاده میکنه، بعضیا معتقد هستن که این اتفاق داره میفته، و از طرف دیگه وزارت ورزش هم میخواد بیاد که قوانین محلی رو روی اونها سوار بکنه. و تفاوتی که اتفاق افتاده با دوره‌های قبلی اینه که فیفا هم خودش رو از مسئله کنار کشیده. یعنی اگه که در مورد مهدی تاج فیفا میومد و دفاع میکرد از رئیس یکی از فدراسیون‌های عضو خودش، به نظر میاد که این دوره یه همچین اتفاقی قرار نیست بیفته. و انقدر فوتبال ایران در همین زمانه ریاست مهدی تاج برای فیفا دردسر ایجاد کرده که اونا ترجیح میدن که خودشون رو از این مسئله کنار بکشن و بعد ببینیم که این زور کدوم یکی هستش که به اون یکی میرسه. به طور کلی
تو این دعوای وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال بازنده فوتبال ایرانه. یعنی برنده این مناقشه صرفاً یک گروهی هستن که نیروی خودشون رو بر طرف مقابل و رقیب تحمیل میکنن، چیزی نصیب فوتبال ایران نمیشه. نکته جالبی در مورد فیفا گفتی، اونا هم متوجه شدن که هر کدوم از این افراد بیان هیچ فرقی نمیکنه، همون دردسرها، همون فساد، همون دروغ پردازی ها و همین هیئت ها که قرار رأی بدن کدومشون در استان خودشون مقبول فوتبال استان مربوطه هستن. آقای بهاروندی که در استان لرستان که سالها اونجا رئیس بوده هیچ مقبولیتی نداره و بیشترین انتقادات از خود لرستان درباره آقای بهاروند میشه، به عنوان هم نامزد ریاست هم گزینه نایب رئیسی تقریبا همه نامزدها، این تصویر کلی این انتخابات شگفت‌آوره. و مونبینی هم واقعا مورد عجیبیه با توجه به اینکه او رئیس کمیته داورانه و کسایی که قرار رأی بدن اغلب تیم دارن، حالا در لیگ برتر، در دستجات پایین‌تر، و این مورد در هر کجای دنیا بود یک در واقع عمل هم غیر قانونی و چه بسا حتی مجرمانه بود. یعنی فیفا اگر بخواد دخالت کنه اولین کاری که میکنه آقای مونبینی رو تعلیق میکنه و این انتخابات رو غیر قانونی خواهد دونست. فدراسیونی که اساسنامه‌اش از سال 1390 به بعد متاسفانه مطابق استانداردهای فیفا تغییر نکرده و با همون روند این فدراسیون داره پیش میره، هیچ چشمانداز روشنی پیش روی فوتبال ایران دیده نمیشه با این وضعیت و با این انتخاباتی که هیچ نسبتی با خواسته ها، مطالبات و منافع فوتبال ایران نداره. نتیجه انتخابات هرچه که باشه. پوریا جعفری با مهدی رستم‌پور، روزنامه‌نگار ورزشی ساکن کوپنهاگ گفتگو میکرد. و حالا نوبت میرسه به برنامه این هفتگی شاهد عینی، با هم بشنویم. سلام، به بخش دیگری از برنامه شاهد عینی خوش آمدید. در این بخش به دنیای فوتبال آمریکایی می رویم. ماجرا در 1968 میلادی شروع می شود. دوره جنجالی در تاریخ آمریکا. اوج جنگ ویتنام بود و 500,000 سرباز آمریکایی در ویتنام در حال جنگ بودند. در آن سال راکی بلایر 22 ساله به رویای همیشگیش رسیده بود و توانسته بود وارد دنیای فوتبال آمریکایی حرفه‌ای شود. تیم استیلرز پیتسبورگ به تازگی او را از تیم کالج انتخاب کرده بود. اما درست همین موقع اتفاقی زندگیش را تغییر داد. داشتیم تمرین میکردیم و من رفته بودم به رختکن. یه دفعه یکی از دستیارهای تیم داد کشید: هی، بلایر، نامه داری. خیلی تند بلند شدم و رفتم اون طرف. بازش کردم. نوشته بود: سلام، میخواییم به اطلاع شما برسونیم که برای انجام خدمت نظامی به کشور احضار شدید. نقش زمین شدم. تنها چند ماه بعد از این اتفاق در اوت 1969 راکی در جنوب ویتنام همراه با یک جوخه از پیاده نظام آمریکا درگیر جنگ با ارتش شمال ویتنام و چریک‌های ویتکونگ شده بود. داشتیم گشت می‌زدیم. رفتیم سمت یک کشتزار برنج. گفته بودن که باید چشم و گوشمون رو باز نگه داریم. دشمن نزدیک بود. یکی از سربازای جلویی متوجه یه حرکت مشکوک شد. تیراندازی شروع شد. اونا شروع کردن به فرار و همقطارای منم دنبالشون. همه عملاً کشیده شدن وسط مزرعه برنج. یه دفعه شلیک مسلسل شروع شد. چپ و راست همه شیرجه رفتن وسط برنجا. من خودم غلط زدم رو زمین تا تیراندازی کنم، ولی همون موقع یه ضربه توی رونم حس کردم. نمیدونستم چقدر زخمی شدم. به نظرم نمیرسید که به شریانای اصلی خورده باشه. امداد رسید و نهایتاً سینه‌خیز همراهش رفتم. یه دفعه دیدم یه نارنجک داره توی هوا میاد. صاف خورد وسط کمر افسر فرمانده، بعد افتاد و قل خورد سمت من. تا من پاشم و در برم کنار رون راستم منفجر شد. بالاخره جوخه راکی عقب نشینی کرد و راکی را هم با خود برد. راکی قبل از رسیدن به بیمارستان ارتش آمریکا در ژاپن از زنجیره چند بیمارستان صحرایی گذشته بود. جراحتش بسیار وخیم بود. بزرگترین مشکلی که داشتم از دست رفتن ماهیچه و گوشت پام بود. پنجه پام آسیب دیده بود و من نمیتونستم تکونش بدم. چند تا استخونم شکسته بود. راکی روی تخت بیمارستان تنها یک سوال از پزشکش داشت. پرسیدم میتونم فوتبال بازی کنم؟
جوابش این بود که نه قدرتشو داری نه انعطاف لازم برای دویدن توی مسابقه رو. یه دفعه امیدم و نقش براب کرد. دو روز بعدش یه کارت تبریک برام اومد که نوشته بود راکی، تیم ما وضعش خوب نیست، لازمت داریم. آرت رونی. پیام مهمی بود چون آرت رونی مالک تیم استیلرز پیتسبورگ بود. راکی توصیه دکتر را نادیده گرفت. در 1970 او به کمپ پیش از فصل تیم استیلرز دعوت شد تا مشخص شود که آیا توانایی عضویت در تیم را دارد یا نه. لنگیدن راکی کاملا محسوس بود. یکی از مربی‌ها گفت وقتی او می‌دود مثل این است که برداشتن هر قدم دردی عمیق برای او همراه دارد. راکی نتوانست عضو تیم شود. اینجا بود که خانواده آرت رونی دوباره پا پیش گذاشتند. آنها از تیم پزشکی استیلرز خواستند یک بار دیگر پای راکی را معاینه کند و در نتیجه متوجه شدند که هنوز تکه های ترکش در پای او هست. یه بار دیگه عمل کردم و تکه های ترکش رو که باعث لنگیدنم می شد در آوردم. یه موضوع دیگه هم جوشگاه زخم بود که مانع انعطاف پام می شد که باید از شر اونا هم خلاص می شدم. برای همین خیلی طول کشید که دوران نقاهتم تموم شد. دو سال طول کشید که راکی دوران نقاهتش را سپری کند. او توانست به تیم 53 نفره استیلرز ملحق شود. 40 سال بود که استیلرز وضع بدی داشت. یک پیروزی هم به دست نیاورده بود. اما اوایل دهه 70 با مربیگری چاک نول تیم بازسازی شد و پر از بازیکنهای خوب بود. یکی از آنها فرانکو هریس بود. معنای همه اینها این بود که راکی شانس کمتری برای بازی در میدان داشت. اغلب اوقات جزء بازیکنهای ذخیره بود. بعد از فصل بازی‌های 1973 راکی تصمیم گرفت کناره‌گیری کند، اما یکی از همقطارانش او را متقاعد کرد تا یک بار دیگر هم شانس خود را امتحان کند. گفت نباید تسلیم شی، برگرد و مجبورشون کن تصمیم بگیرن، نه اینکه خودتو از بازی حذف کنی. تو سال 1974 توی بازی اول فرانکو هریس مصدوم شد، ذخیره جای اون اومد و من رفتم جای ذخیره که خیلی خوب بود. تا حالا پام به اینجا نرسیده بود. درست قبل از نیمه بازی چهارم اونم مصدوم شد و من به زمین رفتم. بازیو بردیم. هفته آخر بازم من بازی کردم چون بقیه هنوز مصدوم بودن. بازم بازی رو بردیم. فرانکو هریس حالا دیگه خوب شده بود. به خودم گفتم به خشکی شانس. ولی دست کم فرصت اینکه خودی نشون بدم و پیدا کرده بودم. قبل از بازی سر میز غذا نشسته بودیم که مربی گفت فرانکو و راکی شما دوتا بازی امروز رو شروع میکنید. اون بازی رو هم بردیم. بازی بعدش هم همینطور. در بازی پرزد و خورد فوتبال آمریکایی راکی هم میتوانست توپ به دست بدود و هم میتوانست با هوشمندی و قدرت جسمی جلوی بازیکن‌های حریف بایستد. استعدادی که راه را برای پیروزی بعد از پیروزی باز کرد تا اینکه کار به سوپر بال رسید. آن سال استیلرز و راکی کنار هم برنده سوپر بال شدند. برای اولین بار سال بعد مسابقات قهرمانی دیگری را نیز برنده شدند. در 1978 و 1979 استیلرز دوباره برنده سوپر بال شد. استیلرز حالا تبدیل به قهرمان بلا منازعه دهه شده بود. اینجا در پیتسبورگ روزای جادویی رو پشت سر می‌ذاشتیم. طرفدارای تیم اغلب کارگرای صنایع فولاد بودن که رو به افول بود. اما با این پیروزی‌ها حالا اونا خودشون صاحب یه تیم قهرمان می‌دونستن. با وجود این راکی میگوید یکی از بهترین خاطره‌هایش آخرین بازی او برای استیلرز در 1980 بود، جایی که همقطارانش تصمیم گرفتند توپ را به او بدهند تا بتواند برای آخرین بار پیروزی را از آن خود کند. وقتی که با توپ وسط زمین می‌دویدم صدای هوادارا رو می‌شنیدم که داد می‌زدن راکی راکی راکی. 24 ثانیه به آخر بازی مونده بود، توپ رو به من دادن و منم دویدم به طرف دروازه. مدافع و من هر دو پریدیم هوا و همینطور که عقربه های ثانیه شمار حرکت میکرد 10 9 8 توپ از خط دروازه گذشت و بازی رو بردیم. پایان فوق‌العاده‌ای بود. And you know it involves a
اینم برنامه شاهد عینی هفته که پایان بخش این ساعت از چشم‌انداز بامدادی امروز بود. در اینجا به لحظات پایانی این ساعت میرسیم تا ثانیه‌های دیگر ساعت دوم چشم‌انداز بامدادی رو با بولتنی از تازه‌ترین خبرهای جهان ادامه خواهیم داد و با کسایی که ما رو توی فیسبوک به شکل تصویری ادامه دنبال میکردن خداحافظی میکنم. برنامه رادیویی ما یک ساعت دیگه ادامه داره.